سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای جاوید و همچنین بینندگان محترمتون. اگر اجازه بدین خیلی کوتاه صحبت کنم. سلام عزیز من، از شنیدن صداتون خیلی خوشحال هستم. بفرمایید صحبت بکنید، تلویزیون و تریبون در اختیار شماست، بفرمایید. تمنا میکنم، سپاسگزارم. البته ازتون تشکر میکنم به خاطر این موضوعی که انتخاب کردین، موضوع بسیار حساس و خیلی خوب و جالبی هست و من خودم نظرم شخصا در این رابطه این هستش که مذهب به هر متولدی به طور ارثی منتقل شده. مثلا من در ایران به دنیا آمدم، پدر و مادرم مسلمان بودن، خب طبعا منم باید مسلمان میشدم. اگر در یک کشور کاتولیک بودم مسیحی میشدم و یا مثلا چین به دنیا میامدم ممکن بود هیچ مذهبی نداشته باشم، پس خودم حق انتخاب نداشتم. من بیشتر مملکتی بزرگ شدم که حکومتش مذهبی بود، مدرسه رفتم، دانشگاه رفتم، سر کار رفتم، همیشه مذهب حرف اول رو میزد و من حتی حق تحقیق در مورد مذهبی که به اجبار اسمش رو گذاشته بودنم نداشتم. اگر حرفی میزدم مرتد بودم، حکمم اعدام بود، از سر کار بیرونم میکردن، مجبور بودم همیشه بگم من مسلمونم، من شیعه هستم. دیکم وقتی خودم عقلم رو ملاک قرار دادم و وجدانم رو و بهترین رو برای خودم انتخاب کردم و اون بهترین انسانیت بود، درود باش. من خوبی میکنم نه به خاطر اینکه برم به بهشت، به خاطر اینکه خوبی ملاک انسانیته. بدی نمیکنم نه به خاطر اینکه نرم جهنم، به خاطر اینکه بدی خلاف به انسانیته. دروغ نمیگم، مال کسی رو نمیخورم، تفاوت طبقاتی رو قبول ندارم، قوانین 1400 سال پیش و منسوخه رو قبول ندارم. من قانون انسانیت رو قبول دارم و در یک کلام میگم باید انسان بود و انسان زیست و انسان مرد. با سپاس از فرصتی که به من دادید.